رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر از بروکسل با ماست. آقای اکوانیان، من دیدم یه چند ساعت پیش صدا سیما ایران هم دوباره گزارشی با تصاویری ناقص از داخل زندان منتشر کرد. خیلی جلو عقب کردم این تصاویر رو، ولی هنوز هم نمیشه تصویر دقیقی گرفت از آنچه که واقعا در زندان اوین اتفاق افتاده. بله، سلام فرزاد جان. ببین، حالا پیرو حالا همین صحبت خودتون کردید، یعنی واقعا نمیشه این ویدیو رو هنوز گفت که دقیقا چه اتفاقی افتاده، ولی همون جوری که توی نامه خانم نرگس محمدی بودش، همون جوری که ما روایت ها در واقع از زندانیانی که به خانواده هاشون اطلاع داده بودن شنیدیم، همون جوری که کسایی که اومده بودن مرخصی اطلاع دادن و حالا شواهدی که از دیگر جا به دستمون رسیده، من خودم شخصا بررسی کردم، من میبینم که یک همون عمدی بودنی که خانم محمدی بهش اشاره کردن، من هم بر همون مسئله تاکید دارم. من میتونم مشخصا خب یک هفته برم عقبتر، یک هفته قبل از در واقع وقوع این رخدادها توی اوین، ما در بوبوهی که وسط در واقع روزهای این خیزش سراسری در ایران هستیم، دو سه بار در طول یک روز طی یک هفته قبلش به زندان اوین معمولا مراجعه میکنن، بچه ها رو تهدید میکنن. به فاصله 4 روز بعدش، یعنی روز سه شنبه، باز همین اتفاق میفته و نهایتا یک روز قبل از رخدادهای اوین ما شاهد بودیم که ماموران گارد ویژه در واقع زندان اوین به داخل 2 تا از بندها میرن، اونجا هیدر هیدر سر میدن و روبروی چند تا از زندانیان سیاسی وای میسن و به اونها توهین میکنن، توهین های رکیک جنسی و فحشی حتی به خانوادهشون میدن. این روایتی است که مشخصا من از خانواده بعضی از زندانیان خودم شنیدم و خب در مقابل میخواستن که یک تحریک کنن به نوعی بچه ها رو که با اونها درگیری به نوعی به وجود بیارن که بتونن با اونها درگیر بشن. هدفشون هم به نظر من یکی ایجاد آشوب بوده توی خود زندان، یکی هم بحث همین به محاق بردن صدای اعتراضات سراسری و این خیزش سراسری بیرون بودش و خب اونجا هیدر هیدر سر دادن، زندانیان سیاسی هم مقابل اونها وایسادن، شعار دادن، شعارهای سیاسی دادن، من جمله یکیشون که خب به کرات تکرار شد، میکشم میکشم هر آن که خواهرم کشت. و خب فردای اون روز ما این رخدادهای زندان اوین رو شاهد بودیم که با تناقضات بسیار زیادی از همون ساعات اولیه، چه از طرف خبرگزاری دولتی، خبرگزاری امنیتی مثل خبرگزاری فارس و چه از طرف مسئولان قوه قضاییه، مسئولان سازمان زندانها و خود مسئولان زندان اوین و حتی همین ویدئویی که امروز منتشر کردن، ما تناقضات بسیاری رو توش دیدیم. به عنوان مثال در مورد همین آتش سوزی که امروز تمرکز اونها روی هم بس آتش سوزی بودش، ما روز اول دیده بودیم که خبرگزاری فارس یک بار اومد گفت که مینی در انتهای در واقع زندان اوین منتشر شد. 2 ساعت قبلش گفته بودن آتش سوزی، ولی ما روایت هایی داشتیم از صدای شلیک، تیراندازی، یعنی دست کم 200 گلوله ظرف 2 ساعت شلیک شده بود و 4 انفجار سنگین رو هم ما تو اوین داشتیم. ولی چیزی که ما توی ویدیوهای امروز که در واقع منتشر کردن می‌دیدیم، تأکید راوی یا اون کسی که خبرنگاری داشت گزارش رو تهیه می‌کرد و در واقع نقاطی که زمین رو نشون میداد، مدام میگفت که اینجا آتش سوزی شد، اینجا کسی خفه شد مرد و حتی اشاره هم نمی کرد که این انسان هایی که اینجا کشته شدن اصلا چرا باید اونجا آتش سوزی بشه. این که ما میگیم آقا خب عمدی بوده، افرادی روی پشت بوم بودن از کجا اومده بودن و اینکه اون صدای گلوله ها پس چی بوده، چرا شما مدام تاکید دارید که بگید صرفا آتش سوزی بوده؟ اگر آتش سوزی هم بوده، با در واقع همکاری خودشون بوده، با طراحی و برنامه‌ریزی خودشون بوده. همچنان که تمام این نکات مشکوکی که میگید و متوجه هستم، گزارش های صدا سیما هم هیچ چیزی رو خیلی روشن نمیکنه در اینکه اتفاق مرموزی بوده، شکی نیست، ولی میخوام بپرسم دستاوردش چه بوده برای حکومت هستن؟ ببین، دستاورد خب اونا به دنبال، باید بهتر بگیم به دنبال چی بودن. اونا به دنبال این به محاق بردن خیزش سراسری بودن، چون ما به روزهای رسیده بودیم که عملا انقطاعی نداشت بحث خیزش سراسری. یک روز مردم در خیابون بودن، روز دیگه دانشجوها می اومدن، روز دیگه دانش آموزان می اومدن. ولی آخه اگه یادتون باشه همون روز خودش این بیشتر فضا رو متشنج کرد، خیلی اومدن بیرون، خیلی رفتن دنبال حمایت از زندانیان، به خیابان ها اومدن. یعنی منظورم یه جورایی این آتش خشم رو حتی شاید بیشتر شعله ور کرد. بله خب این پیشبینی نهاد امنیتی بوده، شاید که فکر میکردن چون زندان اوین امنیتی ترین زندان کشور هستش، صرفا با همین خبر بتونن که حواس مردم رو عملا پرت بکنن. ولی همونجور خودتون گفتی، خب ما دیدیم که حواس مردم پرت نشد
و باز هم اومدن و روزهای بعدش هم ما شاهد حضور در واقع دانشجویان، دانش آموزان و اقشار مختلف بودیم. حتی بعضی اعتصاب ها هم بعد از اون شکل گرفته. حالا من یه نکته هم فقط در مورد بحث بچه‌ای که تبعید شدن هم اشاره بکنم که یک هدف دیگه شون هم تبعیدهایی بوده که صورت گرفت. من جمله همون خب دو روز قبل از این رخدادهای اوین خب ما شاهد تبعید 4 تا از بچه‌های سیاسی بودیم، ولی فرداش که اتفاق افتاد 2 روز بعدش 42 نفر رو فقط به زندان رجای شهر، یعنی به تبعیدگاه معروف رجای شهر باز تبعید کردن و حالا تعدادی رو هم گفتن به زندان تهران بزرگ منتقل کردن. چند نفر از جمله 4 تا از زندان سیاسی هم گفتن که به بند 209 منتقل کردن. خب مشخصه که این روند داره پرونده سازی هستش. و در مورد بچه‌هایی که توی رجای شهر بردن هم این نکته رو بگم که از اون 42 نفر 17 نفر زخمی شده بودن، حالا چه با گلوله‌های ساچمه‌ای چه با ضربات باتون و شوکر، که متاسفانه تا الان رسیدگی خاصی بهشون صورت نگرفته، علی‌رغم اینکه میبرن بهداری زندان رجای شهر. ولی اونجا خب عملا ما امکانات درمانی خاصی نداریم. پزشکان بهداری زندان رجای شهر تلاش خودشون رو کردن ولی امکاناتی نیست. نهایتا اونجا میرن یه ایبوبروفن دارن بچه‌ها که بخوان بهشون بدن با یه سرم. خب این درمانی نمی‌کنه. کسی که ساچمه تو بدنشه، کسی که گلوله خورده، یا مثلا یکی از دوستان که مادرشون هم فایل صوتی چند روز پیش داده بودن بیرون، ایشون گفته بودن در مورد بچه‌شون، گفتن خب بچه من چیکار کرده بود که شما با باتون پس کلهش زدید، پشت سرش ورم کرده، بهش گفتید که میبینش از سرش عکس میگیرید، بعدی حتی حاضر نشدن که ایشون رو به بیمارستان منتقل بکنن، وعده پشت وعده و حتی مشخص نیست. خب این وضعیتی که سرگیجه مدام داره و در واقع سردرد داره، یا بقیه بچه‌هایی که دارن عملا این درد رو میکشن چه با واسطه ضرب و شتم با باتون، چه با واسطه ساچمه‌ای که توی بدنشون هست، چه سرنوشتی خواهند داشت، مسئولان هم خب جوابگو نیستن و قوه قضاییه هم که یک نمیدونم چی واقعا اسمش رو بذارم، که این وضعیت وحشتناک و این جنایت اوین رو با همدستی در واقع نهادهای امنیتی به وجود آوردن سکوت کرده و سازمان زندان ها هم که مسئولیت نمیپذیره، بچه‌ها رو اعزام نمی‌کنن به بیمارستان. ولی حالا در کنار بحث خود زندانیا و اون چیک در اوین گذشت، من به شدت نگران وضعیت بچه‌های سیاسی زخمی شده هستم و مخصوصا حالا در کنار اون بچه‌های جرایم عمومی و مالی که اونها هم خب به تناسب با زخمی شدن و صدایی هم متاسفانه ندارن. رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر از بروکسل بلژیک، ممنونم از شما.